سلام بچه‌ها، چطورید؟ من فردیکسرم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدیدمون. بعد از 110 روز، نزدیک به 4 ماه. آره دیگه، از اونجایی که ریاضی من انقدر 20 شدم توی دبیرستان راهنمایی، میشه 4 ماه، میشه 3 ماه و 20 روز. استاد ریاضیات و محاسبه و منطق فردیکسر اینجا، علامت‌های ریاضی رو بیار. بعد از 110 روز واقعا خیلی خیلی زیاد دلم تنگ شده بود براتون. اصلا یه جوری صحبت کردن حتی یادم رفته بود. واقعا بعضی موقع میشد که میرفتم جلوی آینه، اصلا یکم با خودم اکت میکردم، صحبت میکردم، یکم سعی میکردم صحبت کنم. و خیلی 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 واقعا سخت بود این مدت دور بودن از شما، و میدونم که خیلی سخت گذشته به هممون، همه اینو میدونیم. واقعا خیلی ناراحت کننده بود این مدت، و امیدوارم که به زودی کلی اتفاقای خوب بیفته برای هممون، چیزی بشه که همه دوست داریم و همگی خوشحال باشیم. خب به همون طور که میدونید و توی پست اینستاگرامی که گذاشتم متوجه شدید، دیدید که من ازدواج کردم و اینم حلقه ازدواجم که ادیتور عزیز زوم کن و نشون بده رنگش نقره‌ایه و رنگش نقره‌ایه، وگرنه که طلای سفید و طلای هزار عیار صنعتیه. خیلی خیلی شرایطی که تو این مدت اتفاقاتی که افتاده خیلی زیاده، به زودی یواش یواش در جریانتون میذارم. کلی ویدیوهای جدید داریم که توشون خب این اتفاقاتی که تو این مدت افتاده رو واسهتون تعریف میکنم. و کلن حالتون چطوره؟ اصلا یه جورایی نمیدونم، اصلا لایو استریم و اینا همه رو با هم قاطی کردم. ببینید اصلا شغل من بچه‌ها، کلن یوتیوبرها و استریمرها اینطوری ان که کلن با صحبت کردن دیگه، قاعدتا خب حرف زدن این نباشه اون دیگه، با حرف زدنه که کلا هم خودشون انرژی میگیرن و میتونن کانتنت تولید بکنن. ولی هیچ وقت فکرشو نمیکردم که اگر این حرف زدنه رو جلوی دوربین ازم بگیرن چه تأثیری توی زندگی میتونه داشته باشه. و خب این توی مدت واقعا خودشو نشون داد. من خیلی از لحاظ روحی به هم ریخته بودم، کلا کاری به هیچ مسئله دیگه ندارم، کلا واسه خود شغلم دارم میگم. دور بودن از شغل، واقعا از شغلی که چقدر مثلا وقتی شغلی که دوستش داری خیلی میتونه ناراحت کنه باشه. و جدای از یوتیوب، همچنین برای استریم، خب میدونید که خیلی وقت توییچ من بند شده و اصلا اون حال و هوای استریم و توییچ و اینا واقعا دلم واسش تنگ شده، ولی امیدوارم به زودی اوکی بشه که بتونیم استریمای خفن‌تری رو داشته باشیم. حالا یه موضوع خیلی جالب، چیزی که خیلی خیلی زیاد واسم جالب بود، بعد اینکه پستو گذاشتم، خب خیلی مدت طولانی بود که من خب اصلا استوری هم نذاشته بودم، و بعد اینکه پستو گذاشتم یه سری کامنت خیلی بامزه واسه من گذاشتید، که اتفاقا الان داشتم قبل از اینکه حالا این سه تا پوینا رو بچینم اینجا براتون، داشتم بهش به این فکر میکردم که خب چرا این کامنت ها رو یه سریاشو با هم دیگه نخونیم، که الان یه چند تاشو آماده کردم، اسکرین گرفتم که با هم دیگه بخونیم. یه موضوع دیگه هم بچا میخواستم راستی بهتون بگم، اینکه تولد منم نزدیکه، اونایی که یادشون هست بنویسن توی کامنت ها که تولد من چه روزی هست. دیگه میخوام کادو تولد بهم بوست و کامنت های قشنگ بذارید زیر این پست، زیر این ویدیو. و یه مسئله مهمتر این که یکم جابجا شدیم، یکم که نه، یعنی کلا جابجا شدیم واسه یه مدت کوتاه، و این سب ویدیویی که الان دارم براتون میذارم و از این به بعد توی این چنل میتونید داشته باشید، که حتما زنگوله نوتیفیکیشن رو حتما بزنید، چون این چنل کلا الگوریتمش فرق داره با چنل قبلی. و حتما سابسکرایب کنید و به دوستاتون چنل جدید، که یعنی جدید که نیست، خیلیاتون دارید، اینجا بیشتر استریما رو میذاشتیم، ولی از الان قرار خیلی از کانتنت ها رو اینجا بذاریم. و خب اون چنل هم بچه خب کلا سبکش ویدیوهای خیلی فان، ویدیوهایی که اصلا کلا یه سبک عجیب غریبی داشت دارن، و کلا دیگه میدونید من چه ویدیوهایی میسازم همیشه. کلا این ویدیوها رو میتونید، یعنی اون ویدیوهای مخصوص به اون چنل رو، مردم چی دارم میگم، ویدیوهای مخصوص به اون چنل رو به موقعش توی اون چنل میذارم، فعلا در این چنل به سر میبریم، ساب کنید، ماشاءالله، مرسی. حالا ادیتور اینجا واسهتون کامنت ها رو هم میذاره که با هم دیگه بخونیمشون، و امیدوارم که از اینکه آیدیاتون رو نشون میدم، حتی میتونی یه تیکه از آیدی بچه ها رو هاید کنید چند تا کلمه آخرشه که بچه ها ناراحت نشن. تالبیکس نوشته که فرهاد توانا، مثل یک برادر همونطور که برای گریه هایت گریه کردم، همونطور که هم الان از ته قلبم برایت خوشحالم، امیدوارم یک زندگی زیبا رو در کنار همسرت تجربه کنی عزیزم. آقا واقعا مرسی، اصلا نمیدونید چه حس قشنگ و واقعا خوبی داره کلا ازدواج کردن.
واقعا اگر آدم درست و مناسب یعنی بتونه پیدا بکنه و با شناخت کافی با اون طرف ازدواج بکنه، مخصوصا توی سن مناسب، بچه‌ها واقعا خیلی همه چیز قشنگتر میشه، خیلی زندگی یه رنگ و لعاب جدیدتری میگیره، یه حس اصلا نمیتونم بهتون توصیف کنم دیگه. قطعا باید از اون کسی که ازدواج کردن بپرسید. البته خب همیشه چیزای بد و خوب زیاده، اما باید آدم خوشبین بود، شاد بود و با روی مثبت به قضايا نگاه کرد. کامنت بعدی که میخوام واسهتون بخونم یه کوچولو ناراحت کننده است، ولی نمیشه که کاش علی همین لحظات قشنگ رو میدید. واقعا آره. خب حالا یه سری ویدیوهای دیگه هستش که براتون میذارم، به زودی یه سری کلن داستانه مختلف رو خواهید دید، کلن یه ساید جدید و یک داستان جدیدی توی زندگی من ایجاد شده و خب خیلی از چیزایی که خیلی از روتینا و خیلی از چیزایی که واسه گذشته بوده دیگه توی اون گذشته مونده و احساس میکنم که متعلق به همون جاست و قشنگ انگیش همونه که آدم توی گذشته اونا رو تجربه کرده و از الان به بعد باید چیزهای جدید رو تجربه بکنه. علی به عنوان یه اتفاق تلخی که توی گذشته من واقعا بود، همیشه خب ناراحت کننده بود برام وقتی که بهش فکر میکردم، اما همیشه چیزهای خوب علی رو به یاد میارم، اینکه همیشه واقعا میخندید، میگفت، همیشه اهل بحث و جنجال و اینا نبود. همیشه باز دوباره این کلمه جنجال و جنگجال رو من گفتم و من هیچ وقت نفهمیدم کدومش درسته. یک نفر دانش آموز با سواد و حرفه‌ای توی کامنت بنویسه جنگجال یا جنجال، اینو مشخص کنید. مرسی قربانش، من خودم یادم. آره خلاصه که همیشه از علی من چیزای خوبش رو یادمه، واقعا خدا بیامرزش و میدونم که همیشه کنارمون هست. علی جوپیروس عزیز، آها اینو یادم رفت، یه لحظه صبر کنید. الو، خب آقا اصلا مگه میشه علی جوپیروس اینجا با ماست و اینجا قراره که در کنار ما اینجا بشینه. به به، تازه الان خیلی خوشگل‌تر از تایمای دیگه انگار دیده میشه و همیشه در کنار ما هست. سلیم عزیز، خب اینو بذارمش اینجا، درست شد، مرسی. چقدر بامزه است این عروسک. خب بریم سراغ کامنت بعدی که دوستان عزیز گذاشتن. اوستای اف نمیشه که فرهاد داشت دلار 45 تومن همه کات کردن، تو ازدواج کردی؟ آقا دلار اصلا اتفاقاتی داره توی سیستم دلار و سیستم مالی ایران میفته که اصلا کاری به هیچ داستان دیگه ندارم، کلا تو کل تاریخ بشریت تکه. یعنی این افزایش و کاهش اصلا ندیدم تا حالا همچین چیزی توی هیچ جا. مثلا مگه میشه توی 2 روز 5000 تومان گرون بشه و توی یه روز یهو 5000 تومان ارزون بشه؟ بعد یهو مثلا صبح پا میشی 43 تومن، شب میخوابی 39 تومن، دوباره صبح پا میشی 50. اصلا چرا؟ امیدوارم واقعا حداقل سر این قیمت دلار که آقا من اصلا نمیگم یعنی نمیدونم، ما یه جوری شدیم که انگار نباید توقع کنیم، باید توقع داشته باشیم دلار ارزون بشه، ولی حداقل میاریدش پایین یکم استیبلش بکنید، بذارید بقیه حداقل یه ذره استیبل بودن رو نسبت به این قیمت دلار تجربه کنن، نه اینکه اینقدر بالا پایین جوری میشه. اصلا نمیشه، یعنی تو فرد یه چیزی امروز میخری دوباره شب یعنی یا دو برابر شده یا نصف شده قیمتش، واقعا اصلا خیلی عجیب غریب قیمت دلار. ولی آره خلاصه که توی دلار 45 تومن خیلی بهینه و برنامه‌ریزی شده از این لحاظ که واقعا نشستیم، خب من و همسرم نشستیم همه این چیزها رو نوشتیم خیلی خوشگل و برنامه‌ریزی کردیم براش و خب جوری این مسیر رو انجام دادیم که بتونیم خوشحال باشیم در درجه اول و یه مقداری دیگه واقعا از این شرایط ناراحت کننده یه مقداری میدونی من خودم واقعا خیلی 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 زیاد رو روحیه‌ام تاثیر مثبت داشته. ولی کلام میاد میگه داداش مگه رفتی استخ که روحیت عوض شده؟ مگه چند بار میخوای زن بگیری؟ نه کلی دارم بهتون میگم، این داستان ازدواج خیلی مثلا یه دنیای دیگه بود و خدا رو شکر خیلی خیلی خوشحالم از این بابت. نوشته که پارسا موسوی نوشته فرهاد خیلی مبارکه، از فردا ولاگ ظرف شستن.
چرا که نه؟ نه شوخی میکنم، یعنی آقا چی بگم؟ الان اگه بگم شوخی میکنم از اون بر، اگه بگم شوخی نمیکنم از این بر، خدایا این وسط گیر کردم. آقا به اندازه من دارم میگم که توی کارهای خونه و کارهای بیرون از خونه هر دو نفر باید به یک اندازه تلاش بکنن واسه زندگی. حالا یه سری از کارهای خونه رو شاید یه سری از مردا بیشتر بلد باشن، یه سری از خانما بیشتر بلد باشن، کارهای بیرون که خب سخت‌تره، خب شاید مردا خیلی بهترن توی اون کارا، شاید خانما یه سری از کارهای بیرونی که مخصوص خانما هست خب خیلی باز میتونن بهتر باشن. خلاصه که باید یه ترکیب خوب داشته باشین و با صحبت کردن و مکالمه تقسیم وظایف بکنید و این مسائل کاری و خانگی رو حل کنید. قربان شما، خدا نگهدار. کامنت بعدی رو آتوری نوشته که A2RIWWW من نمیدونم چی هست این اسمی که گذاشته، نوشته که زنش کامنت ها رو ببینه پیج فرهاد رو دیلیت میکنه. اولا که همه ی کامنت هایی که واسه من گذاشتید واقعا پر از انرژی و پر از آرزوی خوشبختی و خوشحالی بوده، و دو اینکه کلن سیستم خود من همیشه اینطوریه که کلن اعتماد میدونید باید باشه توی حتی روابط دو نفر قبل از ازدواج، توی ازدواج که قطعا هست این قضیه، و اینکه هیچ موقع این اتفاق نمیفته. شما هر کامنتی رو که دوست داشته باشید میتونید بذارید، ولی بی ادب نباشید و کامنت های بد نذارید. بهتون بگم اگر که کامنت های بد بذارید، کامنت های بدتون رو پاک میکنم و بلاکتون میکنم. واسه اینکه کامنت های خوشگل بذارید و اینکه همیشه کامنتاتون هم میمونه دیگه، چرا باید پاک بشه؟ پاک نمیشه. PS5 مهدی نوشته که آخه چرا یکی اسمشو باید بذاره PS5 مهدی؟ چرا؟ مثلا من خودم از آیفون 14 فرهاد مثلا. چرا آخه؟ PS5 مهدی نوشته که مبارک باشه، ولی دیگه نمیتونی فوش بدی. اولا که عزیزم، تو تا حالا مگه دیدی من فوش بدم؟ نه. اصلا تو این چنلم، توی ویدیو قبلی من اصلا مگه فوش دادم تا حالا؟ نه. اصلا امکان نداره من فوش بدم. ولی بدون شوخی جدا فکر می‌کنم بچه‌ها 5 ماهه که من، یعنی این 3 4 ماه قبل از اینکه این حالا تو این تایم ما ویدیو نذاشیم، از 3 ماه قبل 2 ماه قبل من دیگه کنترل کردم و به خاطر اسپانسر عزیزمون و اسپانسرهای دیگه و همچنین در درجه اول، یعنی اونا یه جوری شدن که شد، یعنی بهونه‌ای شد واسه خود من به شخصه که دیگه یکم به خودم میام. ولی کلا به خاطر اینکه خب خیلی تو سنین مختلف ویدیوهای منو می‌بینن و من دوست دارم که ویدیوها جوری باشه که همه رنج خانواده ها بتونن همه ببینن، یعنی با خانواده کامل میتونید ویدیوها رو ببینید. اگه ویدیویی بسازم که نشه با خانواده دید، اینجا یه آلرتیه، یه بجی میذارم که مینویسم با خانواده نبینید مثبت 18. بریم سراغ کامنت بعدی. آی انانیموس آی نوشته که دیگه زنگ گرفتی تموم شد، کاریت میکنه از دنیای گیم بکشی کنار. میخوام یک راز بهتون بگم ولی الان زوده پس بهتون نمیگم، میتونید توی فکرش باشید تا اینکه انقدر بگید آن راز را... کامنت بذارید بنویسید آن راز را بگو تا من در ویدیوهای بعدی بهتون بگم. یکی برام نوشته که کاریت میکنی که از دنیای گیم بکشی کنار. حالا میخوام یه چیز جالب بهت بگم، انقدر من و خانمم با هم بازی میکنیم، یعنی عاشق گیمه، یعنی من واقعا خوشحالم از این قضیه که میتونیم با هم یه گیم بزنیم و ساعت‌ها صرف گیم زدن بکنیم، یعنی ساعت‌های زندگیمونو. و شاید باورتون نشه، یکی از گیمایی که با هم دیگه دو نفره بازی میکنیم مونوپولیه. انقدر این بازی رو با هم بازی میکنیم که دیگه اصلا نگم دیگه، توش واقعا خبره شدیم. حالا یه روز اگر دوست داشتید میتونم واسه تون استریم بازی مونوپولی بذارم آنلاین، همینجوری بشینیم فقط خونه بسازیم و خونه بخریم و پولدار شیم، تمام شد. من از این بابت واقعا خوشحالم و این اتفاق هیچ وقت نمیفته، هیچ موقع من از دنیای گیم خدافظی نمیکنم. قربان شما، خدا نگهدار. آقا یه کامنتی یه مقداری زیاد از حد نوشته شده بود واسه این بود که میگفتم آقا اگه دوباره دو سه ماه نباشی نکنه که یک مینی ایکس ری بخواد به وجود بیاد. واقعا بچه من خیلی 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 زیاد به مینی ایکس ری فکر میکنم، بچه کوچولو. آره، ولی الان خیلی زوده، فکر میکنم که مثلا شاید 5 سال دیگه 6 سال دیگه خیلی تایم مناسبی باشه برای خود من. من پدر شدن رو هم واقعا
من خیلی دوست دارم و میدونم که هیچ مویی براتون باقی نمونده که دارید این ساید از منو میبینید، ولی این ساید از من فکر نکنید که اون شلوغکاری ها و اون فدیکسری رو شما از دست دادید. نه، قراره یه سری اسکیلای جدید در من باز شده که قراره از این به بعد اونا رو ببینید. یه سری ولاگ خیلی بمب و خفن داریم که مناسب این تایم هستش که میتونم براتون بذارم از تجربیات خودم که میدونم کلی ازش لذت میبرید. پس قراره که کلی سرگرم بشید و قراره حالتون کلی خوب خوب بشه. بریم سراغ ویدیوی بعدی. کامنت بعدی پویا نوشته که ولاگ عروسی میخوایم، خوشبخت بشی. بچه ها ما این دوره رو کلن خب خیلی سعی کردیم و خودم خیلی دوست داشتم که پرایوت باشه، اما یه سری چیزها رو رکورد کردم که شاید یه روز براتون گذاشتم. باید ببینم که درخواستتون به چه شکلی میشه، دوست دارید ببینید یا نه، ولی این رو هم در گوشه ذهنم میگذارم که برایتان پخش کنم. مرسی، قربان شما، خدا بس. 10 بار خداحافظی کردم باهاتون. علی حاتمی نوشته که داداش یهویی داداش حداقل خبر میدادی. مثلا من الان میخوام ازدواج کنم، باید برم دایرکت علی حاتمی بگم داداش اگر اجازه هست من میخوام ازدواج کنم. بچه دیگه این اتفاقات چیزایی که پیش میاد، میدونید، یعنی خودش یهو تو زندگیتون پیش میاد، یعنی اینطوریه و نیازی نیست که به کسی خبر بدید. این مسائل رو همیشه سعی کنید که به کسی نگید و خودتون انجام بدید و لذت ببرید. امیر امپایر نوشته که خدا کنه یه زن وارزون پلیر گرفته باشی، مبارکم باشه در ضمن. مثلا یکی از مسائلی که مثلا میتونه ازدواج میکنه، مثلا طرف میگه که خب اوکی من شغلم اینه، اینجا کار میکنم، مثلا اینقدر راجبه یه سری از مسائل مثلا اسکیلام همچین چیزی هست، مثلا فلان کار رو بلدم و در ضمن من یک وارزون پلیر قهار میخوام برای ازدواج. داداش مثلا اینقدر گیمرا توی دنیای گیم زندگی میکنن که واقعا فکر کردی مردک که تو میری زن میگیری مثلا میگی اگه وارزون بلد نیستی مثلا باید ازدواج نمیکنم؟ یعنی واقعا فکر کردی همینقدر مثلا همچی شوخیه عزیزم؟ حالا ارادی نداره، ولی به زودی قراره که من و همسرم وارزون یاد بدم و توی یک ویدیو قراره که گیم پلیش رو با هم دیگه ببینیم. اگر که دوست دارید کامنت ها رو به 2000 عدد برسونید که این ویدیو رو در آینده خیلی نزدیک، در سالهای خیلی نزدیک بگیرم براتون و لذت ببریم. بریم سراغ کامنت بعدی. یزدان نوشته که مشکل از وارزون بود، نت قطع شد، رفت به زندگیش برسه. آقا این وارزون لعنتی چه گندی زد واقعا آخر سیزنه، یعنی یک سال اخیرش. ولی وارزون 2 رو من واقعا احساس میکنم خیلی خوبتر از این گندی بود که توی وارزون 1 زدن، که به زودی دوباره سینمای وارزون هم داریم و خب دیگه یه سری چیزا هست که به زودی خواهید دید دیگه، اینم بهتون بگم. و یکی هم نوشته که ساله نوشته که خب استریم دیگه تعطیله با این حرکت، که باز هم میگم نه تعطیل نیست، استریما رو داریم و قراره که اتفاقا این سری گیمای جدید رو هم قراره براتون استریم بکنم که یکم سرگرم بشیم و کلی لذت ببریم. احتمال خیلی زیاد استریم شورتس و ویدیو یوتیوب رو کلن همه رو من کلن اجمعین توی همین چنل قراره با هم دیگه ببینیم. این بود از کامنت‌های شما. البته چندین هزار کامنت دیگه هم هست که نخونم براتون، که اگر دوست دارید بازم بقیه کامنت‌ها رو با هم دیگه بخونیم قطعاً می‌خونم. تو ویدیوهای بعدی لابلا چند تا از این کامنت‌های قشنگتون رو می‌خونم که حال بالتر باشه، که دیگه تو این حال هوایی که حالا در حال حاضر هست یکم حس خوب بگیریم، یکم خوشحال بشیم. و خیلی خوشحالم که از خوشحالی من اینقدر شما هم خوشحال شدید. 18 تا خوشحال توی 3 تا جمله گفتم، رکورد کلمه خوشحال. پس اینم بهتون یه بار گفته بودم که من این مربی فوتبال داشتم اسمش جعفر خوشحال بود، مثلا صداش میکردن آقای خوشحال، مثلا آقای غمگین، آقای ناراحت. چطوری؟ خوبی؟ دایی؟ این بود از ویدیو امروز آقا بچه ها. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و امیدوارم حال کرده باشید، چون تو این شرایط دیگه میدونید همتون یه مقداری روحیه هممون خیلی خراب شده بود. گفتم یکم با انرژی زیاد و پازیتیو بیام جلوی دوربین، بلکه واسه دقایقی هم که شده خوشحال باشید و بخندید. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو. لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره. ممنون میشم که حتما چنل ساب کنید، به دوستاتون بفرستید یکم این چنل را بیفته و برسه به چنل
اصلیمون. میبوسمتون، عشقانید، مراقب خودتون باشید. بازم بهتون میگم فردا و پس فردا بچه ها دو تا ویدیو احتمالا داریم که از قبل رکورد شده، دقت کنید از قبل رکورد شده و هیچ چیز دیگه یا من بهش اضافه یا کم نمی کنم. دیگه بدونید که اینا از قبل رکورد شده و توی ویدیوهای بعدی دوباره باز یه روتین خیلی خفن‌تری خواهیم داشت. حتما شهر حساب کنید. میبوسمتون، مرسی که ویدیو تماشا کردید. من فردا و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ. Bye.